کنسرسیوم توسعه کانال پاناما که شرکتی اسپانیایی رهبری آن را در دست دارد روز پنجشنبه فعالیت در این طرح را از سر گرفت برآورد می شود که طرفین مذاکره در این طرح طی سه روز آینده به توافق نهایی دست یابند خورخه کیخانو مسئول طرح توسعه کانال پاناما از بازگشت کارگران پس از دو هفته بر سر کار خبر داد این توقف کار به دلیل اختلاف بر سر نحوه تأمین سرمایه بوده است پیش بینی میشد که گسترش کانال پاناما به طول 80 کیلومتر حدود 5 میلیارد و 250 میلیون دلار هزینه در پی داشته باشد این رقم اکنون به 7 میلیارد دلار رسیده است. طبق برنامه زمانبندی عملیات توسعه کانال پاناما دست کم تا سال آینده میلادی به طول می انجامد.